سلام، فرزین هستم با یه ویدیو جدید و کاملا متفاوت این بار در خدمتتون هستم. من قبلا خودم معرفی نکردم. من توی دانشگاه تورگاتای روم، دومین دانشگاه روم، گردشگری میخونم و خب یکی از واحدهایی که ما داریم و برای بسیاری از بچه ها خیلی سخت هست بیزنس پلن هست که یک درس 12 واحدی است با استاد دندینی ارائه میشه، 6 واحدش با استاد گرانیس ارائه میشه و بچه ها اکثرا مشکل دارن سر بیزنس پلن، به علت اینی که نحوهی که استاد توضیح میده در واقع خیلی ساده است و بچه ها فکر میکنن که فهمیدن این درس رو، ولی موقعی که کار به اونجایی میرسه که بیزنس پلن رو از 0 تا 100 طراحی کنن متوجه میشن که خیلی سخت بوده این درس و در واقع هیچی رو متوجه نشدن. و از بچه ها و از دوستای خودم هستن که 1 سال تمام درگیر بیزنس پلن بودن. تاکید میکنم من مشاور کسب و کار نیستم، فقط یک دانشجوی ساده ارشد سال 2 هستم که این واحد رو تونستم پاس کنم توی دانشگاه تورگاتا با نمره خوب. این وسط اگر کانال من رو سابسکرایب نکردید خواهش میکنم سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو فشار بدید که هر موقع من ویدیوی جدید میذارم براتون نوتیفیکیشنش بیاد که با خبر بشید. برسیم به اصل قضیه. بیزنس پلن چی هست؟ بیزنس پلن یا طرح کسب و کار در فارسی ما بهش میگیم. از 0 تا 100 یک بیزنس رو شما میایید و طراحی میکنید بر اساس چیزی که توی ذهنتون دارید، توی مخیلتون دارید. شامل چندین بخش هست که من 3 بخش عمده و اساسیش رو براتون میگم. یکیش بیزنس دیسکریپشن هست که ما این بیزنس دیسکریپشن رو نیاز داریم، علت برای اینی که شما باید بدونید که چه فعالیتی رو میخواید انجام بدید و این برایتون کاملا مشخص شده باشه. خروج از بیزنس پلن یا طرح کسب و کارتون میتونه براتون تبعاتی داشته باشه که الزاماً این تبعات مفید و مؤثر نیست، میتونه تبعات خیلی بدی رو هم در پی داشته باشه براتون، چه از نظر مالی چه از نظر حوزه مارکتینگ و برندینگ. گزینه دومی که قراره اینجا بحث کنیم انوایرمنتال آنالیسیس هست، یعنی شما یک سری آنالیز هایی رو میایید انجام میدید، نه الزاماً انوایرمنتال و محیطی، اینترنال رو هم داریم، داخلی خارجی، و یه سری آنالیز رو انجام میدید که ببینید که خب این بیزنس پلن رو چطور باید بچینید و این بیزنس به کدوم سمت باید بره که در واقع سودآور باشه براتون. قسمت سومی که بیزنس پلن ها معمولا دارند بهش میگیم مدل کسب و کار یا بیزنس مدل. حالا به صورت کلی در مورد بیزنس پلن که اصلا به چه دردمون میخوره، ما این قسمتی که الان دارم توضیح میدم به هیچ عنوان ربطی به حوزه درسی و اون واحد بیزنس پلن 12 واحدی که توی دانشگاه تورگاتا ارائه میشه نداره. بیزنس پلن الزاماً اینی نیست که شما بیایید برای یک هتل بزرگ بنویسید یا مثلا چه میدونم برای یک شرکت بسیار بزرگ چند ملیتی بنویسید. نه، به هیچ عنوان بیزنس پلن این مدلی نیست. بیزنس پلن رو شما میتونید از یک مغازه 3 در 4 بنویسید، از یک کار خونگی، از یک بیزنس خونگی نویسید، تا اینی که کشورها بیزنس پلن دارن برای خودشون، یعنی از بیسیک بیسیک در نظر بگیرید تا ماکسیموم حد. و خب نسبت به اون در واقع بزرگی کاری که دارید، شما المان هایی که توی این بیزنس پلن استفاده می کنید قابل تغییر هست و کاملا دست خودتون هست. بیزنس پلنی که حالا من خودم طراحی کرده بودم به عنوان پروژه دانشجویی، یه بیزنس پلن 80 صفحه‌ای بود و نسبت به اون کاری که شما در واقع دارید انجام میدید این متفاوت هست. خب برسیم سر اصل قضیه. من یه نکته ای رو بهتون بگم این وسط. من بر اساس جزوه های استاد براتون در واقع این رو شرح نمیدم. بیزنس پلنی رو خودم دارم که بین بچه ها توی گروه ها، توی گروه های اینترنشنال و یا حالا ایرانی این شیر شده و شما میتونید که به این به راحتی دسترسی داشته باشید. عنوان فایل پیسین هتل هست، PEACEEN پیسین هتل، که شما به راحتی میتونید به این دسترسی داشته باشید و اسلاید ها رو من دونه به دونه بر اساس چیزی که خودم کار کردم براتون توضیح میدم و فکر میکنم خیلی واضح باشه براتون وقتی که بر اساس چیزی که خودم کار کردم و کاملا تسلط دارم بهش براتون توضیح بدم. خب
همونجور که میبینید در صفحه اول یک دونه عکس زنگ هست که در واقع اینترو هست که اصلا من میخوام چه چیزی رو ارائه بدم. بیزنس پلن ها برای دو کار کرد استفاده میشه. یک، شما زمانی که میخواید برید و از بانک وام بگیرید و بیزنس پلن بهشون ارائه میدید، میگید که مسیر من این هست، تخمین های مالی من این هست، ROE من این هست، ROE به معنای Return on Equity، ROI من این هست، Return on Investment، و بر اساس این وارد دیتیل در واقع بیزنس پلن میشه بانک باهاتون. دو، شما پول دارید، سرمایه اولیه دارید و میخواید یه بیزنسی رو در واقع استارت بزنید. دوستان، همیشه مد نظر داشته باشید که داشتن سرمایه دلیل بر موفقیت بیزنس شما یا کار شما نیست. پس استارت کردن بیزنس لازمش سرمایه هست، ولی موفق شدن لازمش داشتن سرمایه نیست. شما چه بسا با یک سرمایه خیلی خیلی کوچیک میتونید یک کاری رو استارت بزنید، ولی چون بر اساس بیزنس پلن و پیشبینی هاتون در واقع دارید جلو میرید و همه چیز رو سنجیدید توی ذهنتون که خب اگر الان من مسیر راست رو برم به کجا میرسم، شما یک بیزنس موفق خواهید داشت. و اگر نه، همینجوری بریم جلو و ببینیم که خب چه اتفاقی خواهد افتاد و خدا برامون در واقع چی میخواد، این بیزنس موفقی نیست. و اگر هم موفق باشه، در واقع شما شانس آوردید. بیزنس پلن رو شما اینجوری در نظر بگیرید که مثل نقشه ساختمون میمونه. شما یکی هست که میاید و نقشه رو موقعی که دارید قبل از اینکه هستن پی رو بکنید، زمین رو خریدید و میخواید ساختمون بسازید و میرید پیش یک مهندس در واقع طراح معمار، نقشه رو بهتون میده، از اونجا میبرید پیش یک مهندس سازه و محاسب در واقع و میگید که خب این رو برای من حساب و کتابش رو بکن. و بر اساس اون حساب و کتابی که مهندس تخمین زده، اگر شما پیش برید، این ساختمون درست ساخته میشه، ضد زلزله هست و و و هزاران آیتم دیگه. ولی نه، یه زمینی رو دارید و شما میگید که خب یا بسم الله و بریم اینجا رو ساختمون کنیم. این مشخص نیست ضد زلزله باشه نباشه، تعداد طبقاتش دووم بیاره نیاره، و اگر هم دووم بیاره این در واقع ساختمون، بر اساس اینی است که شما شانس آوردید، نه اینی که شما آدم خیلی موفقی هستید. اینجوری بهتون بگم. خب صفحه اول اینترو هست که در واقع معرفی میکنه که این بیزنس پلن یک هتل هست و Welcome to Piscine Hotel رو استارت میزنه. صفحه دوم فهرستوار هست، همون چیزهایی که بهتون گفتم. Business Description هست، Environmental Analysis هست و Business Model هست که ما اینها رو قراره توی بیزنس پلنمون مورد بررسی قرار بدیم.